با عرض تسلیت به مناسبت سال روز رحلت پیامبر گرامی اسلام و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام خدمت شما عزیزان، همچنان که در ابتدای برنامه اشاره کردیم، امروز قرار هست نگاهی داشته باشیم به سیره رفتاری امام حسن مجتبی علیه السلام و به ویژگی رفتار کریمانه ایشان با مردم. همچنان که شما شاهد هستین و بارها گفته شده، امام حسن مجتبی علیه السلام در طول عمر با برکت خودشان دو بار تمامی اموال خودشان را و سه بار نصف اموال خیش را در راه خداوند بذل و بخشش کردند. یقینا برای من نوعی مسئله بخشش، صدقه، کرامت و در واقع همدلی با هم نوعان باید حائز اهمیت باشد. یعنی وجدان انسانی ما را باید بیدار نگه دارد تا نسبت به افرادی که حداقل در اطراف ما زندگی میکنند و از مشکلات مالی و اقتصادی زندگی خودشان رنج میبرند، تا حد تمام بتانیم دستگیری بکنیم. امروز هم قرار است پیرامون همین موضوع صحبت بکنیم تا انشاءالله تلنگری و یک یادبودی باشه برای ما بابت الگوگیری هایی که در زندگی های خود ما داریم. دعوت کردیم از خانم ناصری عزیز، کارشناس امور دینی هستند و انشالله از صحبت های مفید ایشان استفاده خواهیم کرد. با عرض سلام خدمت شما خانم ناصری عزیز و همچنین تسلیت عرض میکنم خدمت شما. تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما و همه همکاران عزیز شبکه تمدن و همینطور بینندگان عزیز تلویزیون شبکه تمدن. جا داره بنده هم به نوبه خود فرارسیدن وفات پیامبر گرامی اسلام را و همینطور شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام را خدمت همه دوستداران و محبانش و همینطور ایام سوگواری ماه صفر را خدمت همه بینندگان عزیز تسلیت عرض کنم. سلامت باشید. ما عرض تسلیت دارم خدمت شما خانم ناصری عزیز، با تشکر از اینکه قبول زحمت کردید. خانم ناصری عزیز، قبل از اینکه بپردازیم به سیره رفتاری امام حسن مجتبی علیه السلام، بیم در خصوص لقب کریم اهل بیت بودن ایشان یک صحبتی داشته باشیم. هرچند که از هیچ مسلمانی پوشیده نیست مسئله ویژگی یا لقب بزرگوارانه کریم اهل بیت علیه السلام برای امام حسن مجتبی و داستان ها که در تاریخ ذکر شده، اما جا داره که یک اشاره داشته باشیم. چنانچه که ما میدانیم همه معصومین علیه السلام و بزرگواران دینی ما او خصوصیات والای الهی را در وجود خودشان داشتن و به یک نحوی او را بروز و نمود دادن، اما با توجه به شرایط و مقتضیات زمانی بعضی از ویژگی ها بیشتر از همه به گفته امروزی ها بولد شده، بیشتر خودشان نشان داده و زبان زد عام و خاص بوده، تا جایی که نه تنها از مردم های همه گروه یا پیروان ایشان بلکه مخالفین و ما داریم که به تایید این ویژگی ها پرداختن. به چه منظور امام حسن مجتبی علیه السلام کریم اهل بیت علیه السلام اشاره میکنند با وجود ای که حالا ما در سیره تمام معصومین مسئله کرم و بخشش داریم؟ بله درسته. همینطور که میدانیم همگی، امام حسن علیه السلام ببین شخصیتی که در یک همچین خانواده اید، یعنی در خانواده عصمت و طهارت رشد و نمو میکنه، وقتی که در کنار شخصیت های مثلا دلیر و شجاع مثل حضرت علی علیه السلام و مادر مهربان و دلسوز مثل فاطمه زهرا سلام الله علیها داره، ببین بعید نیست که چون این شخصی باید ببین برگرفته از چی امتیازاتی، چی نمونه های عینی واقعیه که تقریبا آینه خدا نما مثلا میتونه برای این شخص باشه، در یک همچین مکان رشد میکنه و شخصیت ایشان تکمیل میشه. و خیلی جالب است که روایت از پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه که امام جعفر صادق علیه السلام از پیامبر گرامی نقل میکنه که بار بار پیامبر گرامی مردم را و خلق را جمع میکرد، میخواین بدانین کسی را که خیلی مثلا شبیه به ما هست به شما معرفی کنم. بعد اشاره میکردن به امام حسن علیه السلام که خیلی خردسال بودند و روایتی داره امام جعفر صادق علیه السلام که پیامبر گرامی فرمود اشبهت خلقی و خلقی، یعنی از لحاظ سیرت و صورت شبیه منی، خیلی شبیه منی، یعنی نسبت به بقیه تو بیشتر شباهت داری به من. ببین این ویژگی ها را حتی پیامبر گرامی اسلام در وجود امام حسن علیه السلام دیده بود که بالاخره
از لحاظ حتی در خردسالی هم همون ویژگی های شخصیت امام حسن علیه السلام که حتی فرمایش پیامبر گرامی صلوات الله علیه نسبت به ایشان، یعنی به نسبت به رفتار و عملی که در حتی در خردسالی داشت و در آینده هم که بالاخره کسی که در خردسالی یک همچین رفتاری داره آیندهش هم پیامبر دیگه تخمین میزنه و میبینه که آینده درخشان تر داره و این فرموده رو نسبت به ایشان میفرمایه. و امام حسن علیه السلام خب ببینین وقتی که رشد میکنه، بزرگ میشه، محیط و جامعه رو وقتی که میبینه، یعنی احساس درونی و قلبیش و حتی رفتارش قشنگ مصداق آیات قرآن هست که در درون امام علیه السلام جمع هست، یعنی تمام او آیات قرآن که در دوران خود پیامبر و حضرت علی علیه السلام و در دوران خود امام حسن علیه السلام اینا همه مجسم میشه، ترسیم میشه در قلب ایشان. و جالبه که مصداق آیه قرآن قرار میگیره امام حسن علیه السلام که میفرماید این ده اکرمکم عند الله اتقاکم. ببینین میگه یعنی بهترین شما نزد خدا، پرهیزگارترین شما، که خود حضرت امام حسن علیه السلام چطور میای این همه ویژگی ها را در شخصیت خود جمع میکنه، یعنی این مصداق عینی مثال قرآن رو که بالاخره کسی که تمام ثروت های دنیا یک جور خلاصه محبت نسبت به تمام خواهش های نفسانی دنیا را کنار میگذاره و ایر از خود دور میکنه و مصداق عینی این آیه قرآن امام حسن مجتبی علیه السلام قرار میگیره و اینا و لقب کریم اهل بیت را، یعنی این ویژگی ها را از این زندگی خود درس میگیره امام حسن علیه السلام و می آموزه و در وجود خود نهادینه میکنه و به صورت عینی برای مردم ولی فرق نمیکنه چه دوست و چه دشمن، یعنی کرامت حضرت و مبذل و بخشش امام حسن علیه السلام چه در دوست و چه در دشمن بله. یعنی مستفید میشه از این بذل و بخشش که بالاخره لقب کرامت را یا کریم اهل بیت رو به خود اختصاص میده امام حسن علیه السلام. بله. به تایید حرفای شما خوبه اگه اشاره داشته باشیم، هرچند که من اون متن دقیق یادم نیست ولی میگن که در تاریخ نوشته شده یک مرد شامی با خیلی رفتار زشت و زننده به حضور امام حسن مجتبی میان و خب با او الفاظ رکیک و بد و بیرایی که به ایشان میگن، امام هیچ برخوردی زشتی با ایشان نمیکنه که هیچ در مقابل میگه اگر که مثلا مسافر هستی جای نداری، من جای متو، مگر غذا نداری، به همون ترتیب اگر در سختی و مشقت، یعنی به یک نحوی از ایشان دلجویی میکنه با اون رفتار خودش و اون مرد شامی را با رفتار کریمانه خودش مجبور میکنه که بپذیره ما همچین شخصیت هایی را داریم. و به غیر از این هم در ذهن انسان خطور نمیکنه خانم ناصری عزیز، یعنی از معصومین علیه السلام همه ای اخلاق ها و او سیره والای الهی در واقع توقع میره. اما خب ما همچنین که میدانیم ما انسان ها هم خلیفت الله هستیم، بله، جانشینان خدا بر روی زمین و از تمام او توانایی هایی که در وجود ما داره به صورت کامل و تامش در وجود خداوند هست و خداوند از تمام او قدرت ها و توانایی خودش برای ما نوعی انسان هم بخشیده. یکی از او ویژگی ها مسئله بخشش یا همین رفتار کریمانه‌ای که حسن مجتبی علیه السلام داشتن نسبت به مردم در وجود ما انسان ها هم هست. اما یک سری ویژگی ها یا یک سری نکات خیلی خرد و کوچکی در زندگی امام حسن مجتبی هست که وقتی خیلی دقیق اونها را میخوانیم یا وقتی با نگاه عاقلانه و دلسوزانه وقتی تاریخ را میخوانیم میبینیم که نه، حتی بخشش و کرم ایشان هم یک زیبایی هایی داشته. مثلا یکی از اون مثال هایی هستش که امام هیچ وقت دست هیچ نیازمندی رو رد نکردن. تصور این برای ما انسان ها شاید مشکل باشه، چگونه ممکن هست ما مثلا در طول عمر 50 60 70 ساله خود بارها نیازمند به ما رجوع بکنه و ما هیچ وقت هیچ نیازمندی رو رد نکنیم. میخوایم در خصوص این موضوع بیشتر صحبت بکنیم که البته یک دلیل خیلی زیبایی دارن امام حسن مجتبی که هیچ نیازمندی رو دست رد به سینه‌شان نمیزنن و هر نیازی که داشتن تا حد توان برآوردم که. اما کارا ما اشاره میکنم یک میان برنامه آمد از خانم ناصری، برنامه میبینیم انشاءالله در همین بخش باز در خدمت شما هست. سپاس از همراهی شما، میان برنامه آماده هست، با هم میبینیم.
در خدمت شما عزیزان هستیم، همچنان که اشاره کردیم در خصوص رفتار کریمانه امام حسن مجتبی علیه السلام با مردم صحبت میکردیم. خانم ناصری عزیز، قبل از میانبرم اشاره داشتم نسبت به زیبایی های رفتار کریمانه امام بزرگوار امام حسن مجتبی. ازشان سوال میکنن که چگونه است که هیچگاه سائلی را از درگاه خود رد نمیکنی و همیشه نیاز اونها را برآورده میکنی. حالا به تایید حرفش گفته حتی اگر سوار بر شتر باشی. یعنی ما اون جمله کوتاهش بخوایم بگم، مثلا مشتاق عرض میفرمایم که من خودم ساحل و محتاج درگاه خداوند هستم و من شرم دارم که کسی دست نیاز به سمت من دراز بکنم و من دست او را خالی رد بکنم. خداوند نعمتهاش بر من ارزانی میداره و دوست داره که من هم نعمتهای خداوند بر بندگانش ارزانی بدارم. شاید این تعبیر خیلی کم در ذهن ما بیایه. اگر مثلا از من کسی بپرسه خب چی شد که به همچین شخصی کمک کردی یا چی چیزی انگیزه رو بر تو داد که همچین کار رو بکنیم، شاید بگم خب او هم یک انسان است، هم نه من خواستم کمکش بکنم، یا شاید بگم من داشتم زیاد بود دادم برش. یعنی یک سری تعابیری که در سطح انسان‌های معمولی وجود داره، ولی دلیل و یا برهانی که امام حسن مجتبی میاره بیانگر اوج بندگی امام حسن مشتاق به نظر من نشان میده، ای که خودش هم مطیع و تسلیم عام و تام خداوند میدانه و همیشه این حس در درونشان زنده بوده که من محتاج درگاه خداوند هستم و شاید خداوند خواسته که با دست من دست بنده ای رو بگیره. میخوام در خصوص این موضوع صحبت بکنیم که بخشش و یا رفتار کریمانه امام حسن مشتاق چه ویژگی های زیبایی داشته که ما هم نیت‌های بخشانه، یعنی که نیت‌هایی که داریم و بخشش‌هایی که انجام می‌تونیم همرنگ همین نیت‌ها باشه که او زیبایی‌ها را در کنارش داشته باشه و در کنار او بیشتر از همه خاصتاً لله باشه، فقط محض رضای خداوند باشه. بله درسته. ببینین همینطور که شما فرمودین، امام حسن علیه السلام در طول زندگانی خود همین که درجه امامت و معصومیت را هم به ائمه علیهم السلام و به خصوص امام حسن علیه السلام اختصاص میابه، خب ببینین اینا واقعا تمام آیات قرآن را یعنی از دل جان شنفتن و از دل جان پذیرفتن و عملا نشان دادن برای مردم. یعنی واقعا یک حس درونی میخواد که انسان یعنی در بدترین شرایط و در بحرانی ترین شرایط بتانه اینقدر از خود گذشتگی کنه، اینقدر پایبند به تمام مسائل دینی باشه و چیزی که قلباً پذیرفته، یعنی برای مردم عملا هم نشان داده. امام حسن علیه السلام و ائمه علیهم السلام یعنی از ته قلب خود، یعنی از درون خود واقعا تمام مصداق‌های قرآن را هضم کرده بودند و همینطور هست که به جایگاه مثلا تقوا و پرهیزگاری رسیدن. یعنی شخصی که به این درجه و جایگاه برسه دیگه هیچ چیزی برایش اهمیت نداره مگر این که در مسیر رضای خدا قدم بگذاره و این دلخوشی و آرام بخشش وجودش میتونه باشه. خب ببینین میتونه یک الگوی عینی برای همه ما مردم باشه، ائمه علیهم السلام یا حتی بعضی از اشخاص دیگری که زندگی ائمه را و رفتار عینی عملی ایشان را مثلا در زندگی خود حالا تا هر حدی که میتونه مثلا بله. خداوند میگه که ما به اندازه وسع و توان هر انسان برایش تکلیف قرار دادیم. بله. یعنی انسان میتونه به اندازه اون وسع و توانش میتونه مثلا بهره برداره یا مثلا زندگانی امام علیه السلام برایش چقدر مثلا بازتاب مثبت داشته باشه یا در عمل چگونه در اجتماع پیاده کنه مثلا عمرام قلبی خود را یا مصداق قرار بگیره یا بالاخره اما حس همدلی خود را برای مردم ابراز کنه. یعنی میتونیم این را بگویم که بعید نیست، اینطور نیست که گاهی وقتا میگیم نه خیر نمیشه، شاید ما تواناییش نداریم. هر انسانی ببین یک آیات خیلی زیبایی در قرآن کریم هست که تفسیرش هم اینطوری هست، خود آیه لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر، ادامه آیه ببینین خداوند میگه من گرامی داشتم همه انسان ها را، همه آدم ها را و همه نعمات را ارزانی داشتم برای اینها در زمین. خب ببینین شما در ادامه آیه میگه عقل را، یعنی نعمت عقل را برای همه قرار دادن تا تعقل کنن، تفکر کنن چطور میتونن از این زندگی خود استفاده کنن.
خب ببینید، ائمه علیهم السلام این طوری که آمدن عملا نشان دادن و برای ما الگو قرار گرفتن، زندگی کردن و اینطور مصداق آیات قرآن و به تقوا و پرهیزگاری الهی نایب آمدن. خب ما به عنوان یک شخص یا به عنوان یک خلیفه الله در روی زمین چه مقدار میتونیم از او توانایی عقل خود استفاده کنیم یا از او ارزانی ها و از او نعمت هایی که خداوند برای ما قرار داده برای بقیه چقدر دست خیر داریم، چقدر میتونیم دست یک دیگر را بگیریم، چقدر میتونیم به هم نوع خود یا بر بیچاره ای که از ما ضعیفتر هست با اونا کمک کنیم. خب ببین اینا سراسر میتونه الگو باشه، یعنی میتونه الگوی عملی باشه برای ما که در جامعه ای که متاسفانه خیلی دامنه فقرش خیلی بیشتر از دیگه جامعه یا از دیگه ممالک هست، ما بتانیم حالا در حد توان خود، در حد ما اقتصاد خود بتانیم دست یکی رو بگیریم. واقعا چقدر ثواب هم در این دنیا هم دل یک شخصی رو به دست آوردیم و خوشنود کردیم. اینا میتونه برای ما الگو باشه. و حضرت امام حسن علیه السلام، خب ببینید شخصیت ایشان نمیتونیم اصلا با پای ایشان برسیم. در بعضی از روایت های حتی از ابن کثیر، یکی از علمای اهل سنت هست، در کتاب خود نوشته میگه مردی به مثلا غلامی به در کنارش سگی بوده که نان خشک داشته و خودش هم میخورده و سگ خودم میداده. امام حسن علیه السلام نگاه میکنه میپرسه خب این کار تو چرا این کار انجام میدی؟ بعد این مرد جواب میده که خب من چطور خودم مثلا بخورم ببینم که او مرا نظاره میکنه یا میبینه با اون نتو. بله ببین این کلمه و این جمله این غلام اینقدر تاثیر میمونه روی امام حسن علیه السلام که پول میده و خود غلام آزاد میشه و در باغ که خود او غلام کار میکنه و همه باغ را میخره و هدیه میکنه به این غلام. ببین بخشش و بذل امام حسن علیه السلام تا این حد بوده. حالا ما میتونیم چقدر در زندگی خود از بذل و بخشش یا از بالاخره تقوا و پرهیزگاری یا از سیره ائمه علیهم السلام چه حد میتونیم استفاده کنیم؟ بسیار. یکی از ویژگی هایی که در رفتار کریمانه امام علیه السلام وجود داره هستش که بدون درخواست یعنی بخشش میکردن، یعنی که وقتی سائلی به درگاهشان میامدن حالا از وضعیت ظاهریشان یا از طرز صحبتشان گویا متوجه میشدن و بدون اینکه حالا او عزت نفس او فرد سائل زیر سوال بره یا در یک جمعی خجالت زده شده امام پیش دستی میکردن. خانم ناصری عزیز، یکی از فرهنگ‌های خوبی که در جامعه ما وجود داره خوشبختانه از قدیم الایام بوده، خصوصا در یک سری ایام خاص مثلا ماه رمضان میشه، شب‌های قدر میشه یا مناسبت‌های دیگه ای که اتفاق میفته، اعیاد و اینها، تلاش میکنیم که خوشی‌های ما را با دیگران تقسیم بکنیم، آنچه که داریم برای هم نوع خودمون، برای هموطنان خودمون تقسیم بکنیم. اما یک سری اشکالات بر اینها وارد هست. مثلا اینکه حالا خیلی اتفاق افتاد در همین فضای مجازی در زمان کمک کردن به دیگران عکس گرفته میشه از خانواده، ویدیو تهیه میشه برای اثباتی که حالا ما به فلان شخص به فلان خانواده کمک کردیم. در کنار از خیلی موارد دیگه ای که حالا نیت قلبی چی هست او خود انسان میدونه و خدای خودش، ما با این گونه رفتارهای خودمون، من خودم شخصا مخالف کار هستم حتی اگر ترویج فرهنگ کمک کردن باشه. چرا که او شخصی که حالا دست دراز کرده به سمت ما وقتی که تصویرش در فضای مجازی پخش میشه یا کسی دیگه ای خبر میشه، یقینا او شخصیت و ابهت و او وقارش زیر سوال میره. یعنی شاید خیلی ها نداشته باشن ولی آبرومندانه زندگی بکنن، شاید خیلی ها نداشته باشن اما همچنان صورت خود را با سیلی سرخ نگه دارن و دوست نداشته باشن که غیر بدانه که اینها در سختی و مشقت هستن یا کسی دیگه اینها اومده کمک کرده. میخوایم در خصوص ویژگی های بخشش و کرم نسبت به هم نوان صحبت بکنیم. انشالله از همه قبول باشه عزیزانی که دستشان میگرده کمک میکنن. چه نکات ریز و درشتی هست که ما در مسئله بخشش کردن به دیگران خصوصا در عصر فعلی باید در نظر بگیریم که هم قبول درگاه حضرت دوست قرار بگیرم و همین که آبرو و عزت و وقار و خانواده یا او فرد حفظ بشه؟ بله ببینیم، قطعا فرمای شما خیلی بجا و درست هست. گاهن اگر خب ببینیم ما از سیره اهل بیت علیهم السلام این رو می آموزیم که معمولا کارهای نیکشان بذل بخشش حتی
فرمایش زیبای حضرت علی علیه السلام داره، میگه که اگر شب دیدی بنده در حال گناه، میگه رازش افشا نکو، چون امکان داره تا فردا صبح این شخص توبه کنه. بله. خب ببینین، اگر این رازش افشا شوه، بالاخره میبینه که آبرویی برایش نمانده دیگه، این کارش انگار تکرار میشه، مکرر امکان داره این گناه و این کار انجام بده. ببینین در صحبت حضرت علی هم چه نکات ظریف جالبی نهفته است. خب حتی فرض کو همین در قسمت بذل و بخشش هم، اگر فرض کو بالاخره هر کسی عزت و آبروی خود خیلی دوست داره، یک جوری بله. اگر برای مردم افشا شوه، بالاخره یک کاری پستی دست دراز کردن یا طلب کمک کردن و انگار تحقیرآمیز هست. خب ببین وقتی که آبروی طرف بره دیگه، آبروی برایش نمانه، به نظر من حالا یک جورایی این شخص دیگه تلاش نمیکنه فردا دنبال مثلا پیشرفت باشه، مثلا فرض کن پولم گیرش میاد، یا میتونه مثلا یک فکر دیگه بکنه، میتونه مثلا یک کاروبار برای خود بله. تنظیم کنه. خب ببینین اگر این مخفیانه انجام شوه، اگر بزرگان ما مثلا اشخاص خیرین اگر به صورت مخفی بخواین اینا کار رو انجام بده و این بذل و بخشش و احسان رو برای مردم و برای فقیرها، به نظر من عکس مثبتی خواهد داشت و همینطور بالاخره یعنی کمک از اینا برای آینده سازی و پیشرفت او طرف مثبت واقع خواهد شد و کمک خواهد کرد که بالاخره یک فکری بکنه و این مبلغ بخواه آینده بهتر را. ولی اگر متاسفانه این آبرو ریخته بشه بالاخره به پیش عام و خاص یا پیش اشخاص یا پیش فامیل نشان داده شود، و این به نظر من خیلی کاری و جایی نخواهد بود. ولی خب البته گاهن هست دیگه اشخاصی که از بیرون و خارج از کشور، حالا به خاطر که یقین کنن واقعا کسایی که اشخاص یا خیری که میخواین در واسطه شدن، آره واسطه هستن، اینو واقعا انجام میتن. خب گاهی وقت شاید یک فیلمی یا عکسی هم نیاز باشه، ولی خب نه اینقدر عمومی که مثلا بالاخره باعث آبروریزی یا باعث حیثیت و یا تحقیر شدن او شخص بشه. اگر این نهادی نشود برای هر بزرگی که دست خیر داره، واقعا بیاین مثلا الگو ائمه علیهم السلام، ببین حضرت علی علیه السلام شبانه میرفت با لباس مبدل یا بله. بالاخره شخص ناشناس میرفت پشت در کمک میکرد و آذوقه میبرد برای یتیم و زنان بیوه. ولی خب اگر ما واقعا بخوایم عیناً الگو بگیریم از سیره ائمه علیهم السلام و همچنان از امام حسن مجتبی علیه السلام، باید اینطوری باشیم، رفتارهای ما اینطوری باشه، خیلی بهتر خواهد بود. بسیار خیلی تشکر خانم ناصری عزیز، سپاس از همراهی شما خوبان. همکاران ما اشاره میکنن میان برنامه آماده هست، با هم میبینیم. مجددا تسلیت عرض میکنیم پیشاپیش فرا رسیدن 28 صفر، سال روز رحلت پیامبر گرامی اسلام و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام، در خدمت خانم ناصری عزیز هستیم. خانم ناصری عزیز، حالا با توجه به اینکه بخش پایانی برنامه است و فرصت هم کم هست، از مجموعه صحبت هایی که کردیم و خصوصا بابت ترویج فرهنگ زیبای کرم و بخشش و صدقه دادن در بین جامعه، صحبت شما رو میشنویم. بله. ببینین ما وقتی که از سیره و زندگی ائمه علیهم السلام گفتیم و همینطور از بذل و احسان امام حسن مجتبی علیه السلام، کلمه اهل بیت، خب اینا همگی گفتیم مصداق عینی آیات قرآن کریم هست. خب ببینیم آیات قرآن کریم از محوری ترین و مهمترین اساس آیات قرآن، یعنی از مهمترین آیات، یعنی از مهمترین بحث های قرآن کریم، موضوع بذل و بخشش و انفاق و کمک به هم نوع هست. خب ببینین آیات قرآن کریم خیلی زیبا خداوند می فرمایه الذین ينفقون اموالهم باللیل و النهار سر ولا علانیتا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیهم ولا هم يحزنون. خب ببینین میگه شما هرچی بذل و بخشش میکنین برای هم نوع خود، حالا شبانه روز در این کار مشغول هستین، به صورت پنهان و آشکار اگر انجام میتین، نگران چی هستین؟ نگران نباشین، در پیش خداوند درجاتی داریم شما،
هم در اون دنیا و هم در این دنیا خیر و برکت نصیب شما میشن. پس ببینید خیلی زیباست تاکید قرآن در آیات های مختلف، که بالاخره آیات قرآن هست که میفرماید اقیم الصلاة و آت الزکات. خب ببین بپا داره نماز را و زکات. زکات خودش یک انفاق هست، بله. یک کمک به هم نو هست، بله. و همینطور در خیلی از آیات که تاکید شده، به صورت تاکید آمده، بعد از بعضی از مسائل واجب و در کنارش انفاق به هم نو و کمک کردن به هم نو و بی بضاعت، ای به خاطر ای است که خب ببینین ما واقعا الگو به عنوان یک مسلمان الگو بگیریم آیات قرآن را. حالا گاهی وقتا نگران نباشیم از این که مثلا فرض که این بذر و بخشش امکان داره، مثلا فرض که یک کمکاسی در زندگی خود ما پیش بله. بیایی یا چیز رو از دست میتیم، نخیر، هم خداوند در دنیا میگه دستگیر شما ما هستم، یعنی اصلا محزون و نگران نباشید. یعنی واقعا اگر ما به خدای خود باور داریم، یقین داریم، وقتی خدا پشت پناه همه هست، وقتی که اینقدر تاکید خداوند هست که برای هم نوع خود بشر هستی، برای یک بالاخره یک بشر دیگر، یک انسان دیگر به عنوان یک انسان کمک کو و دستش بگیر، اگر واقعا ما در زندگی خود پیاده کنیم و حتی بزرگان ما مد نظرشان باشه، اهمیت بده، و اگر مساویانه تقریبا این مسئله مهم عام شود برای همه مردم، بله. دیگه این فقر و تنگ دستی دیگه رفته رفته یواش یواش دیگه دامنش برچیده میشه و ما میتونیم یک جامعه خیلی متوازن و یک سطح یا حتی بالاخره قابل قبولی برای همه انسان ها، فرق نمی کنه چه انسان زیر دست باشه یا فقیر باشه، تنگ دست باشه، میتونیم داشته باشیم. خب ببینین قانونی که در قرآن میگه، سفارشی که در قرآن انجام میشه، متاسفانه بعضی از ممالک دیگر یا بعضی از ادیان و مذاهب دیگری بیشتر میان استفاده میکنن، یعنی در زندگی خود میان پیاده میکنن، قانون میکنن، در مملکت خود استفاده، ولی متاسفانه برای ما مسلمان ها ضعیفتر عمل میشه. خب ببین اگر ما الگوی عینی میخواهیم، ائمه علیهم السلام برای ما هست، اگر بالاخره پایبند عقیده و ایمان و باور ما به قرآن هست، تاکید آیات قرآن هست، پس بناهن اگر ما همگی ما شما مصداق آیات قرآن را درک کنیم و با حس قلبی خود قدم بگذاریم و همه با هم نوع خود به اندازه توان خود کمک کنیم، انشاءالله میتونیم یک جامعه نسبتاً یا بالاخره دعای بعضی مادران و بعضی اشخاصی را پشت سر خود داشته باشیم که این میتونه در مسیر زندگی ما را موفق نگه داره. انشاءالله که همین گونه است خانم ناصری عزیز. و به عنوان نکته پایینی من اشاره بکنم که پدر مادرها اینجا خیلی نقش اساسی دارن، خصوصا در مسئله تربیت فرزند، که فرزندانی تربیت بکنیم که روحیه بخشش و همدیگر پذیری و هم نوع دوستی را داشته باشن، تا از همون آوان کودکی با همین حس زیبای هم نوع دوستی بار بیاین و بتونیم یک جامعه ای داشته باشیم که همه نسبت به هم احساس مسئولیت میکنن. خیلی تشکر میکنم شما خانم ناصری عزیز، برای شما موفقیت دارم. تشکر خاص و بی پایان از همراهی شما خوبان که تا این لحظه در کنار ما بودید، افتخار بخشیدید. امیدوار هستم صحبت های امروزی مفید واقع شده باشه برای همه شما. از همه شما التماس دعا داریم. شما رو تا برنامه بعدی به خدای یکتا و بی‌نیاز می‌سپاریم. ما بقیه خود خوش، خدا نگهدار.